رسم انواع خط در محیط اسکچ در نرم افزار اینونتور 2019. بعد از اینکه شما وارد محیط اسکچ خودتون شدید و یک صفحه رو انتخاب کردید، با استفاده از دستوراتی که در قسمت کرییت نوار ابزار شما وجود داره و با استفاده از دستور لاین میتونید انواع خط ها و انواع منحنی ها رو رسم کنید. به عنوان مثال، با استفاده از گزینه لاین شما میتونید خط های پیوسته رو به صورت پشت سر هم برای خودتون رسم کنید، یا با استفاده از دستورات اسپلاین انواع مختلف منحنی ها رو رسم کنید. در حال حاضر من دستور لاین رو فعال میکنم. میبینید که نشانگر موس من شکل ظاهری اون تغییر کرده و یک خط زرد رنگ و مختصاتی که نشانگر موس من در اون قرار داره برای من روی صفحه نمایشگر ظاهر شده که من وقتی این رو تکون میدم، مختصات ایکس و ایگرگ من که بر حسب اینچ هست تغییر میکنه. من با استفاده از کلیک کردن موس در هر نقطه ای میتونم یک خط رو رسم کنم. در ابتدا من کلیک کرده و میبینید که نقطه ابتدایی خط من روی صفحه قرار میگیره و بعد از اون میتونم با درگ کردن موس در جهت‌های مختلف خطم رو به صورت کامل رسم کنم. در حال حاضر میبینید که طول خط برای من نمایش داده شده و زاویه خط که من میتونم با کلیک کردن روی هر نقطه خاص خطی با اندازه‌های مختلف رو برای خودم رسم کنم. همچنین میبینید که اگر من خط رو به صورت عمودی قرار بدم، یک نشانه دیگه کنار اون ظاهر میشه که نشونه ورتیکال بودن خط هست یا نشونه هوریزنتال بودن خط هست، که من اگر این رو به صورت عمودی نیز و افقی نیز نشون بدم، میبینید که این نشونه ظاهر میشه و درجه ای که برای این خط قرار میگیره 0 درجه هستش. من یک خط رسم میکنم، یعنی با کلیک مجدد کردن موس خطم به این صورت رسم میشه. بعد از چند ثانیه اون خط برای من ایجاد شده و من میتونم یک خط دیگر رو از نقطه ای که کلیک کردم رسم کنم. من با استفاده از کلیک مجدد در این نقطه خط دوم خودم رو نیز رسم میکنم و همچنین به هر تعداد دلخواهی که بخوام میتونم به صورت پیوسته خطهایی رو با اندازه ها و زاویه های مختلف رسم کنم. من 4 خط پشت سر هم رو رسم میکنم و حالا خط پنجم خودم رو رسم میکنم. میبینید که من وقتی به نقطه ابتدایی خودم میرسم، دستور لاین برای من متوقف میشه و دیگه از اون نقطه خطی رو برای من ادامه نمیده. اما اگر من بخوام که دستور لاین رو بعد از رسم یک خط متوقف کنم، میتونم با استفاده از کلیک مجدد روی دستور لاین این کار رو انجام بدم، یا اینکه من اگر یک بار دیگه یک خط رو رسم کنم، میتونم با استفاده از کلید اسکیپ در صفحه کیبورد این کار رو انجام بدم. میتونید شما با استفاده از دستور لاین انواع خطها رو برای خودتون رسم کنید و اندازه گذاری اون رو انجام بدید.